بیننده های عزیز سلام صبحتان بخیر شما بیننده برنامه مجله صبح از دریچه تلویزیونی یک با من محشید بارز هستید رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده که نشرات موج اف رادیو آزادی را در 13 شهر افغانستان متوقف کرده است عبدالحق حماد به تاریخ دهم ده قوس در رشته توییت نوشته است با این رادیو این رادیو با نقض اصول خبرنگاری خبرهای یک جانبه نشر می و همچنان افزود از به دلیل مراعت نکردن اصول خبرنگاری و نشرات یک جانب این رسانه بسته شده است از بحران کار رسانهای در افغانستان تا به اثرات سوی متوقف شدن کار دو رسانه در کشور خواهیم گفت امروز در این برنامه متوقف شدن کار نشرات رادیو آزادی و همچنان رادیو صدای آمریکا را به بحث خواهیم گرفت در این ارتباط آقای حجت مجددی رئیس اتحادی جورنالستان آزاد افغانستان در استیدیو با خود داریم اگر شما هم در این ارتباط پرسش انتقاد و یا پیشنهاد دارین میتونین به شما را تماس برنامه که بر روی صفحات تلویزیونتان مشاهده میکنین تماس بگیرین پرسش انتقاد و پیشنهادتان با ما شریک بسازین خواهشاً وقتی که تماس میگیرین کوشش کنین موقع درست انتخاب کنین و پرسشتان مشخصا در ارتباط با موضوع امروز برنامه با ما شریک بسازین آقای مجددی سلام بر شما صبحتان بخیر خوش آمدین به برنامه ما سلام ممنون شما بخیر باشین تشکر در نخست آقای مجدیدی چرا نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا در افغانستان متوقف شد و مشخصا دلیلش در چی بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شما و بینده های مجله شبگاهی تلویزیون وزین یک واقعا متاسف میشم نسبت به این وضعیت ما هم این خبر شنیدم خب باورم نمی آمد. وقتی که رفتم توییت آقای حماد دیدم به این باور کردم که چنین چیز اتفاق افتاده وقتی که ما میگیم قانون رسانه های همگانی قبلی اجرایی است و تا وقتی که قانون جدید تصویب میشه این قابل اجراست وقتی که ما کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای داریم این تصمیم ما را نسبت به وعده های که دادیم برای جامعه رسانه ای افغانستان جامعه رسانه ای را نسبت به این وعده ها بیباور میسازه قانون کاملا در این سراحت داره ای چنین موضوعات در این شک نیست ما ای را رد که مشکلات در رسانه های ما وجود داره در همه رسانه ها در گذشته زیادتر وجود داشته و حال هم وجود داره مگر مرجع که باید به این مشکلات رسیدگی کنه و چیزی که ما ماها بر از او کار کرده و بالاخره کمیسون ایجاد شده ما خوشی و خرسندی ما شد و ما به این اطمینان پیدا کردیم که دیگه هیچ نوع تصمیم بیرون از این کمیسون گرفته نمیشه یعنی کمیسون هم صلاحیت از نداره که نشرات یک رسانه را بسته کنه یعنی به این معنا که این موضوع باید در کمیسیون به بررسی گرفته میشد مسئولین حتما او رسانه داشتن یا به نحوی امروشان ارتباط تامین می نواقصی که داشتن برشان گفته میشد و او هم دلائل خودم بالاخره بلاخره من یقین دارم و باور دارم که به یک نتیجه می رسیدیم که امروز شاهد ای وضعیت نبیدیم و بعد از اینکه اگر دای کمیسیون ما به نتیجه نرسیدیم رسانه را نشرات شب محکمه باید بند کنه فقط وزارت اطلاعات فرهنگ صلاحیت توزیع جواز داره مگر صلاحیت بند کردن نشرات اگر قانون رسانه ها را ما در نظر میگیریم اگر باز قانون نیست هر کس میتونه هر تصمیم بگیره بازو بحث جداست دهی قسمت چیزی که باز هم متأکید میکنم که او رسانه بند نشد رادیو آزادی نشرات خود داره صدای امریکا نشرات خود داره با تغییر فریکنسی و با به نهوه او پیام خود میرسانه مگر ما باورم ایست و پیشنهادم و مشوریم که گرچه کسی مشوری ما را نمیشنوام و نمیپذیرام متاسفانه کسایی هستن مشاورین که اونا شاید اینمون مشوره بتن که این نه به نفع نظام افغانستان است نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع جامعه رسانه ای افغانستان است ما تمام تلاش ما برای عزیز که چطور بتانیم جامعه جهانی را برای عزیز قانه بسازیم 225 رسانه ما که بسته است که 220 ش مشخص به خاطر مشکلات اقتصادی است چطور ما یا دوباره باز کنیم آواز مردم از این طریق بلند شوه این آواز وقتی که بلند میشه این به ضرر نظام نیست ای هم چیزی که رسانه ها میگن علیه نظام نمیگن در بسیاری موارد ما و شما میبینیم که کارای صورت میگره، کارکردهای صورت میگره و او از نظام نکاس میافه امیدی بر مردم میبخشه مگر این شکل متاسفانه که ما را روز به روز نسبت به بی بی‌باور و ناامید میسازه درست آقای مجددی مشخصا دلیلش اگر بگوین که به کدام دلیل این نشرات دوی دو رسانه متوقف ساخته شده دلیلش آقای حماد گفته ما متاسفانه در کشور نبودم که ما از نزدیک با مسئولین در وزارت اطلاعات فرهنگ می دیدم که حالا باید ببینم دلیلش نشرات اه، یک جانبه انوان کرده ما بازم ما نمیگم که هیچ رسانه هیچ مشکل نداره وقتی که در جای کار است اوج نواقص است مشکلات است باید رفع شود مگر اگر همه چیز خوب باشه، همه چیز درست باشه، رسانه ها هیچ نوع مشکلی نداشته باشن، خبرنگار ها هیچ نوع مشکلی نداشته باشن، پس این کمیسون برای چی جور شد؟ خب کمیسون برای از اینه ما من میپذیرم، بعضی اخبارم ما خودم میشنوام. بعضی خبرهای را من میشنم که فکر میکنم از بعضی از رسانه ها که فکر میکنم شاید فردا ما بیرون بر نتونم از خانه تا این ما مشکلات داریم در بعضی از رسانه ها مگر باید از مجرای قانونی پیش بریم قانع بسازیم و تا کردن نشرات یک رسانه که نمیشه آل او گذشته نیست که فقط یک فریکونسی را بگیری و او از, از, از نشرات باز بانه آله هیچ چیز نباشه تنا سوشل میدیا کافی است مگر باز این رسانه ها را ما میتونیم قانونمند بسازیم به اصول کار رسانه ای برشان متعهد بسازیم شان و تعهد هم دارن گاهی اگر اشتباه میشه یا اگر اهدافی را دنبال میکنن متوجه بسازیم که اینی هدفی را که تو دنبال میکنی این به نفع افغانستان نیست این مسائل است که گاهی در رسانه ها وجود داره و ما ردش نمیکنیم مگر اگر رسانه را بند میکنیم که به یک شکل قانونمند میتونیم امرایش تعامل کنیم میدان باز بشه برای سوشل میدیا و برای اخبار نادرست و فکر ببینید امروز تمام ام 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 اصحان اینمی اخبار دروغ در کنترل گرفته و دلیل شامیست بازم ما در قبال عزی بیشتر شاید از آزردام شوند شاید خفام شوند مسئولین امارت که در این راستا مسئولیت دارن در قبال از نار مسئول می دانم. هرگاه اگر اخبار واقعی را بر رسانه ها بتن مثلا اگه اتفاق مفته ما شب صدای چند انفجار شنیدم شاید انفجار بالون باشه بالون گاز باشه مگر خب باید اتومات وزارت داخله یا قماندانی امنی کابل پیام بده و برش بگوید که گروپ های خبرنگار همه شاد هستند بگوید در نتیجه اتفاق چار بالون انفجار چهار بالون گاز اینمی صدای را که شما شنیده ناشی از انمی بود در خیر از او از اینکه پیش از این دو اتفاق اتفاق دیگه در روز, روز گذشته افتاده واقعا بر ما نگران کننده است. ما مردم هستیم که میخوایم در وطن زندگی کنیم ما میخوایم اولاد ما زندگی کنه ما به فضای آرام و آرامش ذهنی ضرورت داریم وقتی که این پیام از وزارت داخله می اولو که هر چی می باشه حداقل ما میفهمیم که این موضوع چیست اگر نه که بازی به با اخبار وقتی که این معلومات به دسترس رسانه ها قرار نمیگیره این قصص موضوع دایکندی میشه اگر چهار تا خبرنگار اجازه داشته باشن برن قضیه دایکندی را امارات مثلا امارات بگن بره قضیه دایکندی را چیز کنن پوشش بتن, بتن. امی چیزی را که ما مطمئن هستم که آقای مجاهد شناخت را که ما از از سال 13 سال در دا موردشان دارم اونا چیز غلط توییت نمیکنن مگر چرا امیر امیر توییت را کیا میکنن امیر موقع دادن نمیشه که رسانه بره مستقیما از خود محل پوشش بده و واقعیت اینا نکاس بتن در کارهای پیشرفت هایی که صورت میگیره مثلا یک بند یک, یک کانالی که در قشتپه جریان داره دیروز آقای مجاهد دیروز یا پریروز رفته بود چی خوب بود که کته خود 20 خبرنگار را می برد و او یک امید است برای آینده افغانستان در تاریخ افغانستان اتور یک پروژه ما نداریم و او همه گیر امید می که افغانستان به طرف پیشرفت و به طرف توسیع روان است اگر اینی کارا را ما می مسیر اخبار فکر جلوش میگریم اخبار دروغ جلوش میگریم شایع پراغنی را جلوش میگریم حقیقت در خور مردم میتیم شاید حقیقت یگان جای تلخ باشه ده فیصدش تلخ باشه مگر 90 فیصد چیزای خوبی هست در وطن که انکاس بیافه ای باعث امیدواری و خوشنودی و آرامش ذهنی مردم میشه درست آقای مجدیدی در کنار متوقف ساختن کاری دو رسانه وضع تذیرات و محدودیت ها بالای رسانه ها چقدر میتونه کار رسانه ای را با چالش و مشکلات مواجه بسازن؟ دقیقاً نمیتونه که من قبلا هم یاد کردم در صحبت هایم داشتم که ای ما تلاش ما است و تعهد مسئولین در وزارت اطلاعات فرهنگ همیشه امی بوده که ما چطور بتانیم رسانه های بسته شده را فعال کنیم ای که رسانه های هم باز زمینه بسته شدنش هم ما ساعت می سازیم ای واقعا نامید کننده است ای بالای کارمندای رسانه‌ای هم و در مجموع بالای مردم افغانستان یک تاثیر منفی را وجام جا گذاره. ما امیدوار هستم که این وزارت اطلاعات فرهنگ در این موضوع تدید نظر کنند نواقصی که در این دو رسانه وجود داره که شاید و پلیسیا و چیز خود دارن که بعد ما توقع ما ایسته که اگر چنین چیز وجود می داشته باشه اونا هم منفعت مردم افغانستان آرامش روحی مردم افغانستان در نظر بگیرن چون ما چهل سال وضعیت بد گذاشتاندیم امروز بعد از چل سال زمان است که ما باید کم نفس راحت بکشیم ما بریم وطن خود را جور کنیم نه ای که ما اخبار و شایعات را پخش کنیم که مردم ما وطن ترک بگوید امروز یکی یکی از بزرگترین مشکل در قبال جامعه رسانه ای ما در کنار همه مشکلات فرار مغزها و متخصصین رسانه است ما هر پست که از یک دوست خود می‌بینیم که وطن ترک میکنه باور کنن برای ما بسیار مایوس کننده است به خاطر که او این وطن تحصیل کرده این وطن تجربه گرفته و او میره در یک کشور دیگه به کار شاقه رو میاره چرا ما این فضا رو برای او تنگ کنیم که او باید ای وطن ترک کنه ما امیدوار هستم که ای آخری مورد باشه و ویام از رای تفاهم و صحبت از طریق کمیسیون تخطی رسانه ها این موضوع حل شود که تا دیگر رسانه ها نگرانی از بسته شدن خود نداشته باشه درست. بیننده های عزیز موضوع امروز برنامه در مورد متوقف شدن کار نشرات رادیو آزادی و همچنان رادیو صدای آمریکا است و شما هم مشخصا اگر در این ارتباط پرسش انتقاد و پیشنهاد دارین میتونین شما شماره تماس برنامه که بر روی صفحات تلویزیون تان مشاهده میکنین تماس بگیرین پرسش انتقاد و پیشنهاد تان با ما شریک بسازین بیننده ما روی خط هستن تماس داریم سلام بر شما میتونین پرسش تان مطرح کنین بله سلام صد... صدایتان در برنامه داریم میتونین پرسشتان مطرح کنین بیننده های عزیز خواهشان وقتی که تماس میگیرین کوشش کنین موقعیت درست انتخاب کنین تا همکاران ما در استیدیو شما را با ما وصل بسازن آقای مجدیدی شما چی فکر میکنین چه عامل باعث شده که کار رسانه که کش... ام... تا این حال به اینجا برسم؟ عوامل مختلف داره ما عامل بسیار عمده و جدی قبل از اینکه بوانی متر مشکلات برای ما پیش بیا ما مشکلات اقتصادی میدانیم ما می تعداد از رسانه ها را که یاد کردم از جمله 558 رسانه ما 225 رسانه ما بسته که در شاید پنج رسانه و دلیل مختلف دیگری مگر 220 رسانه و دلیل مشکلات اقتصادی بسته شد کادرهای ما قبلا تذکر دادم کادرهای ما برآمد رفتن و اه، اه، مشکلات اه، که بعض مقررات و محدودیت ها طبیعی است که بالای روحیه و روان کارمندای رسانه تاثیر خود داره این چالش های است که رسانه های افغانستان و کارمندای رسانه های افغانستان نسبت به آینده متاثر می سازه. در بود اقتصادی می تانیم بگیم که ما از منابع مختلف رسانه های ما تمویل می شدن. از کمک های جامعه بین المللی شروع تا اعلانات ادارات دولتی که اعلانات صحی، اعلانات محیط زیست، مسائل تعلیمی، مسائل حقوقی و این مسائل اتازراتی و مسائل بوده که از داد یک رسانه های ما اما مسائل مالی خود به می آوردن و از او پایین تر شرکت های بزرگ ما داشتیم کمپنی های بزرگ واردات و صادرات داشتیم که اعلانات از زیار رسانه ها می که متاسفانه با وضع تعذیرات و مشکلاتی که بالای مردم افغانستان آمد ایران ما از دست دادیم آخرین نقطه ای را که رسانه ها بدست از او تمویل می شدن، حتی بازارهای محلی بود که های محلی از او تمویل می شدن. که متاسفانه امروز هیچ کدام از نداریم ما رسانه را ما در ولایات رسانه ها میرم ما رسانه های را رس سراخ داریم رسانه های محلی را که کارمندای ازی نظر به علاقه و عشقی که به مسلک خود دارن حتی از خانه خود، از کشزار خود، از اواید بسیار ناچیزه که در خانه خود دارن از او پول شمیارن جنراتور مندازن و مصرف برق رسانه را میتن و خودشان رضاکارانه کار میکنن تا رسانه شان باز باشه مگر این دوامدار نیست این بسیار مشکل است در این وضعیت بد اقتصادی که یا بتانند شاید اگر برای توجه نشه به این مشکلات تا چند وقت ما شاهد بسته شدن تعداد زیاد از رسانه ها باشیم بود بسیار قوی و جدی بود اقتصادی است رسانه ها ما در مرکز رسانه هایی هم که باقی مانده همه از یا با او وضعیت قبلی نیستن نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ محتوایی از لحاظ مالی ماشا به حد کافی کاهش یافته و بعضی از رسانه های ما به ماها و کارمندهای خود را ماش دادن نمیتونند و همونطوری که قبلا گفتم بسیاری از کدرا و متخصصین کسایی که سالها کار کردن رفتن این کمبود تعداد پرسونل و رفتن تعداد زیاد کارمندان با تجربه ای بالای محتوا تاثیر کرده او محتوایی که یک و نیم سال پیش رسانه های ما داشت به هیچ صورت امروزی محتوا را ندارن گذشته از مسائل فلم و سریال مسائل حتی در مسائل خبری نبود اطلاعات کم بود دسترسی به اطلاعات محدودیت دسترسی به اطلاعات یا باعث شده که بالای محتوای کار رسانه ها تاثیر کنه این بسیار تاثیر داشته مثلا رسانه ها میخوان مسائل اقتصادی را دنبال کنند ای به نفع نظام است به نف امارت است به مردم است مردم فکر میکنن که همه چیز در حالت سکوت است مگر یک تعداد مثل شاروالی کابل که ما تقدیر میکنیم و تمجید میکنیم از کارشان کار میکنن کار خود انکاس میتن و ای هم مردم دست محل میبینه و همی روحی بالای روحی مردم تاثیر میکنه میبینه یک چوک جور میشه میبینه در یک مسیر سرک کشیده میشه میبینه در یک مسیر پلچک جور میشه شار نظم نظام داده میشه اینی مسائل است که شاروالی انکاس میتا و مردم امیدوار میشه مگر دیگران ما امروز نمیفهمیم وضعیت معادن ما در کدام قسمت است ما معادن زیرزمینی داریم که تمام امید ما بر از هرگاه اگر کار در وضعیت جریان داره در دا بخش جریان داره مردم از این آگاه میشه مردم فکر میکنه اگه امروز در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارم فردایم خوب میشه درست. فردای اولادم خوب میشه به این شکل در بخش مخابرات و تکنولوژی ما توقع داشتیم با آمدن نظام این وضعیت تغییر کنه این فیس بسیار بلندی که از بخش مخابرات و اینترنت ما و شما داریم در دا 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 کشورهای رقم نیست حتی در کشورهای همسایه ما نیست ما توقع داشتیم که یک تغییر میه و این وضعیت جور میشه قیمت ها پایین میه اه، اه، کیفیت بالا میره مگر هیچ تغییر نامد شاید برنامه های داشته باشند اگر نامد چرا نامد اگر دارند چی برنامه دارن این وظیفه وزارت مخابرات است باید با مردم شریک کنه چون هر افغان یک تلفون اگر اینترنت استفاده میکنه یا نه میکنه یک تلفون داره و اقتصادش بری بستگی داره مثل مثل زمین مسائل این چیزایی است که این معلومات اگر در دسترس رسانه ها قرار بده طبیعی است که رسانه ها از این معلومات تغذیه میشن و میتونن محتوای خوب ارائه کنن برای بیننده خود درست تشکر آقای حجت الله جدیدی رئیس اتحادیه جورنالستان آزاد افغانستان ممنون از حضورتان در برنامه و بابت همراهی شما بیننده های عزیزم سپاسگزار هستیم بقیه وقتتان خوش خدا نگهد